به شما همراهان جشنواره چهلم در کنار خانم مریم سعادت هستم. عرض سلام و شب بخیر. ممنون که وقتتون رو گذاشتید. سلام می‌کنم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. متشکرم. سلام می‌کنم به بیننده‌هاتون. ممنون از شما. بعد از شاید نقش‌های متفاوتی که از شما دیده بودیم، این بار در یک نقش خیلی متفاوت تر ظاهر شدید و به حق موفق هم بودید. خواهش می‌کنم. مرسی. مثلا درباره اینکه چطور این نقش رو انتخاب کردید و تونستید به این مرحله از اجرا برسید. والا من دعوت شدم برای این نقش به دفتر آقای حاتمی‌کیای جوان. رفتم، اولین بار بود هم دیگر رو میدیدیم. اونجا یه سیناپس خیلی کلی تعریف کردن و گفتن که اجازه بدید که یه تست گریم صورت بگیره، من ببینم شما چقدر به زهرا خانم مد نظر من نزدیک میشی، چون خب دورم، دور بودم دیگه، خودم واقعا دور بودم و منم قبول کردم. خوشم اومد از نقش. کلن نقشایی که خیلی از خودم متفاوته دوست دارم، دوست دارم بازی کنم و یک تست، یک گریمی انجام شد توسط آقای امید گلزاده گریمور که به نظر من واقعا فوق‌العاده بود. گریمیشون واقعا عالی بود و دیگه پذیرفتن و من هم خودمو کم کم دیدم تو اون قالب که دارم زهرا خانم میشم. یعنی خودمو باور کردم واقعا توی همون تست و خیلی خوشحال شدم و دیگه شروع به کار کردیم. خوشبختانه خیلی هم نقشتون خوب از آب در اومد. حضور در همچین فیلم هایی که این همه تعداد بازیگرها زیاده و خب سکانس های شلوغ هم زیاد داشتیم که خود شما هم کار میکردید، یه مقدار در این باره هم با هم صحبت کنیم. ببینید، یه حسنی که این کار داشت این که تقریبا 90% بچه ها بچه بازیگرهای تئاتر بودن بس. شاید بیشتر و این یک کمکی میکرد. بچه های تئاتر، میگم بچه های تئاتر منظورم خودم هم هستم، نه فقط جوان ها رو بگم، یک چیزی دارن با هم دیگه، یک ارتباطی با هم دیگه دارن، یه جوری خیلی زود یه چیزی رو میپذیرن و خیلی همکاری خوبی، پاسکاری خوبی با هم دارن و خوشبختانه ما خیلی زود به این چیزی که یوسف حاتمی‌کیا میخواست رسیدیم با هم دیگه. و به جرأت من اینجا میتونم بگم به شما که تو این مدتی که کار کردم تو زندگیم گروهی به این خوبی ندیده بودم. اینقدر شریف، نجیب، مهربون، دوست داشتنی و این یه خانواده. یعنی من تمام سراسر این نزدیک به دو ماه یک تنش کوچولو هم ندیدم. صمیمیت کامل تو تیم بوده؟ خیلی خیلی خیلی، همه سرجاشون در نهایت ادب ولی صمیمی. خیلی کار عجیبی بود واقعا. پشت صحنه درخشانی داشت به نظر من. بله. یه مقدار می‌خوام از نقش توی قصه بگیم. فکر نمی‌کنید یه سری حالا قسمت‌ها باید نقش شما شاید ریاکشن‌های بلندتر، محکمتری نشون میداد؟ به نظرتون این اتفاق باید میفتد یا نه اون مادر باید همونقدر آرامش رو خودش رو حفظ میکرد تو همه چی؟ من خودم کلن چون بازیامو دیدین دیگه، میدونین چطوری من یه لحظه میتونم تون شم، یه لحظه میتونم آروم شم. انتظاره بود؟ آره، ولی اصلاً یوسف حاتمی‌کیا نمیخواست، اصلا یوسف حاتمی‌کیا اینو نمیخواست به هیچ عنوان. یعنی میخواست یه زنی باشه که واقعا ضعیفه و درد آرتروز داره، بدن درد داره، مشکل فشار خون داره و کلن زن ضعیفیه و تنها نیرویی که میگیره از خانوادهش میگیره که آرزو میکنه اینا کنار هم یه همزیستی مسالمت آمیز و شادی داشته باشن، که متاسفانه این اتفاق نمیفته. هی
آره دقیقاً. حالا دقیقاً سوالم بابت همون قسمتی بود که خب خود دوستان در فیلم هم گفتن که این مادر خیلی حساسه، ولی خب به یک بار اون همه خونه به هم ریخته شد، ولی خب خیلی باز با آرامش نگاه میکرد و ریاکشن بعدی به بچه هاش مثلا نشون نمیداد. بله بله، اینو واقعا خود آقای حاتمی کیا خیلی تاکید میکرد، یعنی یوسف خیلی تاکید میکرد که این اصلا تند نمیشه با کسی، یعنی مثلا شاید تندترین جاش با علی بود که فهمید قرص بله میخوره، یعنی اون دیگه نهایت تون احساسی شد. بله بله، این اولش فکر کرد مریضه احساسی شد، ولی بعد که فهمید این داره قرص میخوره، قرصایی میخوره که اینو به یه حالت دیگه بندازه، اون موقع بود که کمی از خود بی خود شد. یعنی یه ذره ما عصبانیت این زن رو دیدیم، همش سعی میکرد صلح و صفا ایجاد کنه، آرامش بده و یه جوری یه جو شاد و خندونی تو خونه راه بندازه آروم، و که متاسفانه هی بد و بدتر میشه. آره واقعا. در باره اسم فیلم میذار صحبت کنیم. شب طلایی فرمودید که انگاری قرار نبوده اسم این فیلم. بله، اسم فیلم چیز دیگری بود، من نمیدونم دقیقا چرا شب طلایی گذاشتن. من خیلی و البته بی ربط نمیدونم این اسمو، و شایدم خوبه، برای اینکه یکی از مثبت‌ترین نکات فیلم اینه که شما از ابتدا که فیلم رو میرین میشین میبینین اصلا محاله بتونین یه لحظه دیگه شو حدس بزنین. بله، هر لحظه یه اتفاق جدید، هیچ کدوم از بیننده ها نمیتونن بفهمن که این الان چی میشه، الان چی میشه، الان چه اتفاقی میفته، و این یک نکته بسیار بسیار مثبت کار یوسف حاتمی کیاست، چه به لحاظ نوشتن چه به لحاظ کارگردانی، که این شب طلایی هم شاید در پی اون یه اسمی غلط اندازیه که شاید میخوره الان به فیلم. دقیقا. و آقای یوسف حاتمی کیا رو چطور پیش بینی میکنید در آینده؟ من بسیار واقعا امیدوارم، چون اولا یک انسان فوق العاده خوبیه، یه بچه بسیار بسیار ساده و نازنین و مهربون و خوبیه، و همین که پر از ایده و فکر و خلاقیت، و میبینید که کارش هم شبیه کار پدرش نیست، یعنی این توی ژانر و مایه دیگه ای داره بله خلق میکنه و فکر میکنه، که خب همین این آدم رو جذاب تر میکنه دیگه، و من خیلی امیدوارم. دقیقا. نقشای موندگار خیلی از شما در ذهنم هست، میخوام یه یادی هم بکنیم از آقای محمد کاسبی که حالشون این روزا شنیدیم خوب نیست و اینها، خبر دارید؟ سر زدید؟ نه متاسفانه، فقط همین توی همین فضای مجازی دائما خبر میشنوم، آرزوی سلامتی دارم براشون. متاسفانه اینقدر بد، آدم ماها با این عزیزان کار میکنه. من هنوز از آقای فتلی اویسی نتونسته بودم از مرگشون، یعنی هیچ وقت فراموش که نمیشه، ولی رفتنشون واقعا خیلی ناراحتم کرد، خیلی، با اینکه واقعا سالها بود ایشون ندیده بودم، ولی به هر حال اون تجربه 9 ماه 10 ماه در بدون شهر با هم دیگه کار کردن شوخی نیست، و حالا بعدش هم که آقای کاسبی، امیدوارم که واقعا بهتر بشن، نمیدونم چی باید بگم. انشاءالله. خستتون نمی کنم، به عنوان آخرین سوالم، چه اتفاقی برای فیلم میفته در جشنواره؟ فکر میکنید تو بخش جایزه؟ من خیلی امیدوارم، برای یوسف خیلی امیدوارم. تو بخش کارگردانی؟ بله بله، خیلی امیدوارم، امیدوارم انشالله که من خیلی چیزای فیلمو دوست داشتم، ولی حالا دوست ندارم. من بازی حسن مرجونی رو خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم، امیدوارم واقعا این اتفاقا بیفته تو کار. انشالله، ما هم امیدواریم. ممنونم از شما، اگر نکته‌ای هست. نه ممنونم از شما، متشکرم. مرسی.